آخرین عنوان view show view options با شورتکات command J هست و فکر کنم یکی از مهمترین هاش هم باشه در این حال. شما اینجا میبینید که اگر من این فولدر رو انتخاب بکنم این اسم بالا iTunes Media هست، اما اگر رو دسکتاپ کلیک بکنم دسکتاپ میشه. علتش اینه که شما برای هر فولدری میتونید تنظیمات متفاوتی داشته باشید یا اگر خواستید احیانا اون تنظیمات رو برای بقیه هم همون شکلی انجام بدید. الان من رو دسکتاپ هم اگر بخوام این آیکون ها رو بزرگ کوچیک کنم خیلی راحت میام آیکون سایز رو میزنم و کوچیک بزرگش رو میکنم، یا اگر خواستم تکس این نوشته های زیر رو بزرگتر کنم میارم مثلا 14 رو میزنم. اگرم خواستین میتونین آیتم این فورم بزنید که یه سری اطلاعات دیگه هم در اختیارتون میذاره. اگر خواستید سورتشون بکنید، همیشه این یکی از چیزایی که بعضی خیلی دوست دارن بر اساس اسم مثلا همیشه اینو مرتب بشن، میتونید نیم رو بزنید و همیشه خودش مرتبشون میکنه. و اگر خواستین لیبل رو بغلشون نشون بده میتونید از رایت یا باتم استفاده بکنید که من معمولا روی باتم میذارم. خب اما در مورد فولدرهای دیگه چطور؟ اگر شما اینجا کامند 1, 2, 3 و 4 رو بزنید همونطور که میبینید این عنوان ها هم تغییر میکنه. شما برای مود کالم که همون کامند 3 هست اینجا یه تکست سایز دارید که میتونید بزرگترش بکنید اگر خواستید، و این آیکون ها رو، این پریویو ها رو اگر نمیخواید میتونید آف بکنید. من شو پریویو رو میزنم، شما میبینید دیگه پریویو نشونم نمیده. شو آیکون پریویو رو اگه بزنم اصلا دیگه خود پریویو این آیکون رو نشون نمیده. اگر خود شو آیکون رو آف بکنم فقط مثل تکست نشونم میده، که بعضی از موارد ممکنه خیلی راحت تر باشه به خاطر اینکه دیگه زمان نمیذاره برای درست کردن پریویو اون فایل ها. من از اونجایی که هر ستاش رو میخوام همه رو آن میکنم، اما برای این مود کامند 4 مون من بیام توی یه دونه از این فولدرهایی که چند تا فایل دیگه هم داشته باشه، مثلا این بد نیستش. اینجا شما اگر بخواید میتونید این آیکون های ریز پایین رو بزرگتر بکنید، باز نوشتتون رو بزرگتر بکنید اگر خواستید، و بر اساس اون چیزی که میخواید اطلاعات اینجا در اختیارتون بذاره. مثلا دیت مودیفاید رو ممکن شما بگید نمیخوام، جاش لیبل رو میخوام یا جاش کامنت رو میخوام اگر داشته باشه. همین عنوان رو اگر برای لیست ببینیم دقیقا همین تقریبا ساختار وجود داره. آیکون ها شما میتونید بزرگتر کوچکتر کنین، تکست رو میتونید بزرگتر کوچکتر بکنین. در عین حال یه چیزی اینجا وجود داره که خیلی خیلی جالبه و خیلی از کسایی که با مک کار میکنن همیشه از این ناراحتن که چرا این سایز اینجا دیده نمیشه. اگر شما خواستین این سایز رو اینجا ببینید فقط کافی calculate all sizes رو بزنید، بلافاصله تمام سایز این فولدرها رو هم نشون شما میده به غیر از فایل ها، و دیگه راحت میتونید ببینید فایل سایزتون رو. توی آیکون هم ببینیم با هم دیگه چی داره. خب طبیعتا این آیکون سایز همین چیزی که اینجا شما دیده بودین، دقیقا arrange و sort هم که قبلا صحبت کردیم در موردش، text size رو هم که خب طبیعتا میدونید چندین بار با هم دیدیم تو همین درس، و این شو آیتم اینفوی که اینجا هم رو دسکتاپ باز یه بار دیدیمش. اگر خواستیم برای این فولدر یه بک‌گراندی بذارید که سفید نباشه میتونید این کارو بکنید. مثلا میتونید بک‌گراندش رو فرضاً سرد خیلی لطیف بذاریم، یا اگه خواستین عکس بذارین هم باز همینطور میتونید یه عکس رو اینجا درگ بکنید. مثلا دقیقا این عکس اینجا دیده میشه، اگر هم نه که میتونیم هم به صورت دیفالت از این فولدر استفاده بکنیم. این شو ویو آپشنز رو من توصیه میکنم شورتکات کامند جی رو حتما به خاطر داشته باشید، چون خیلی جاها میتونه به کارتون بیاد و میتونه خیلی کمکتون بکنه.